آقای رئیس مجلس، ما گوش دادیم به نظرات سناتور مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه. به ما چیزهای بدی رو هی فهرستوار برای ما گفته در رابطه با رفتار ایران. تهدید کرده در رابطه با ایران که این کشوری نیست که مورد اعتماد باشه به خاطر رفتارهای گذشته. نکته که بعد الان مشخص بکنم این که من مخالف نیستم با این پای و اساس حرفش یا با نتیجه گیریش، ولی از او میپرسم، از آقای میچ مک‌کانل و از دیگران که بینش سیاسی مشابهی دارن، چگونه یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای میتونه برای دنیا، برای اسرائیل، برای خاورمیانه بهتر باشه؟ پاسخ خیلی روشنه. به همین خاطره که پرزیدنت اوباما در پیوند با بسیاری از متحدان ما و کسانی که حتی متحد ما نبودند کاری کرده که بازرسان بین‌المللی بروند سانتریفیوژها رو نابود بکنن، سانتریفیوژهایی که منجر میشه به ساخت بمب، هسته مرکزی راکتورها رو خارج بکنه که پلوتونیوم میسازه و اجازه بده که ادامه پیدا کنه نظام بازرسی جمهوری اسلامی ایران که نتونن دست پیدا کنن به بمب اتمی. این از نظر من یک پیامد نهایتاً مثبته و بسیاری از این مسائل منفی رو که گفته شده همه رو خب حل نمی‌کنه. بله، ولی چگونه میتونید تصور بکنید که ایران در موقعیت بهتری خواهیم بود اگر ایران مجهز به سلاح هسته‌ای باشه؟ این مسئله است که پیش روی ماست. باید برگردم به صحبتهایی که دیروز همکارم در میشیگان گفت. خانم همکارم و همقطارم در میشیگان در تماس با یکی از گروگان‌های آمریکایی در ایران. من نگران هستم که در واقع به صورت در واقع مبالغه آمیز دراماتیک جلوه دادن این مسئله یک شیوه کار صحیح نیست. ما می‌خواهیم که این زندانیان به صورت امن و ایمن به خانه و کاشانشان برگردن و این کاری که ما الان می‌کنیم ریسک خطره و امیدواریم که به ضرر گروگان‌های آمریکایی در ایران مبادا کاری انجام بدیم. بنابراین من می‌خواهم هم قطارانم اجازه بدن که جلو بریم با این مسئله. گزارش رسانه‌ها دیشب گفتند که الان یک هفته از وقت سنا به هدر در رفته. مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی حزب جمهوری خواهم که بوده روشن و مشخصه که دوست دارن که در واقع مردانگی جمهوری خواه خودشون نشون بدن، مردانگیشون نشون بدن. وقت همینجور داره هدر بده.